با نام یاد خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زبنا با من سمیل نوری خوش آمدید. خطوط آهن یا وصل کننده افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، ایجاد شبکه سراسری خط آهن می تواند فاصله های تجارتی را با کشورهای جهان و منطقه نزدیکتر بسازد. اداره خط آهن افغانستان تا این دم در رسیدن به شبکه سراسری خط آهن چقدر موفق بوده؟ افغانستان چند کوریدور یا دهلیز خط آهن معیاری دارد؟ چالش های امنیتی چقدر صدرای فعالیت های این اداره قرار گرفته است؟ در تازه ترین موارد 6 تن از محافظان خط آهن هرات خواف در انفجار ماین جاسازی شده در هرات جان باختند. بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد، اما پیش از آن چند خبر کوتاه اقتصادی را بیننده باشید. اداره انکشاف کشاورزی افغانستان به شماری از نهادهای مالی و بانک ها بیش از 1 میلیارد افغانی قرضه می دهد. مسئولان در وزارت زراعت و مالداری می گویند که بخش بیشتر این قرضه ها در انکشاف کشاورزی سرمایه گذاری خواهد شد. آنان می افزاید که این پول هزاران کشاورز را زیر پوشش قرار می دهد. پاکستان به دلیل آنچه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گفته 80% پرواز طیاره‌های افغانستان به اسلام آباد را کاهش داده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که این تصمیم به گونه یک جانبه اتخاذ شده و برخلاف مواد تفاهم‌نامه قبلی میان دو کشور است. دولت بریتانیا از اجرای طرحی برای تسریع در صدور مجوز اقامت و انتقال صدها کارمند افغان نیروهای مسلح خود به این کشور خبر داده است. بر اساس طرح تسریع در اعطای اقامت و کمک به شهروندان افغان که از اول آپریل به اجرا گذاشته شده، نخست وزیر بریتانیا به وزارت خانه های دفاع، کشور و مسکن ماموریت داده است تا برای تسریع در انتقال و اقامت کارمندان محلی افغان و خانواده هایشان اقدام کنند. مهمان من در این برنامه آقای میرویس میرزاکوال، معاون مالی و اداره خط آهن افغانستان از طریق اسکای با ما هستند. آقای میرزاکوال، بسیار زیاد خوش آمدید. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بیاین بحث از اینجا شروع کنیم که درست قبل 6 تن از محافظان شما در یک انفجار ماین جاسازی شده در هرات جان باختند. کی را مقصر میدانین و بررسی شما چی را میرسانند؟ تشکر. سلام های گرم خود خدمت تمام بینندگان تلویزیون محترم آریانا نیوز تقدیم میکنم. اجازه دهید پیش از همه برای شهدای حادثه آخری که در هرات متاسفانه رخ داده، برای فامیلایشان صبر جمیل میخوایم و برای شهدا جنت الفردوس. خدمت شما عرض کنم که 2 روز قبل تاریخ 8 جوزا در منطقه نزدیک 21 کیلومتری فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف هرات یک حادثه رخ داد که در او 6 تن از محافظین همین قطعه که از قطعه محافظت آما هستند، اینا جانهای شیرینشان از دست دادن و حادثه طوری شده که ماین کنار جاده بوده و در 21 کیلومتری فاز اول قطعه 4 یاد سر رخ داده. به نظر شما بررسی شما چی را میرسونه؟ کار چی کسی از کی کرده این انفجار جاسازی؟ از طرف چی افرادی یا گروهی شده؟ خب در این قسمت نیروهای امنیتی تپ و تلاش خدا دارن که اینا از لحاظ مسلکی اینا ببینن که پشت این حادثه کی بوده، ولی با ما و شما و تمام ملت معلوم است که پشت همچه حوادث همیشه گروه مسلح طالبان دست داره و این نیروهای امنیتی و ادارات زیرف واضح خواهد ساختن. خط آهن را چرا هدف قرار میدن؟ خب ما و شما میبینیم در این اواخر افراد مسلح، یعنی نیروهایی که تحت قمانده طالبان هستند، دارایی عامه و ملکیت های عامه، سرک ها و تمام پلچک ها را زیر حمله خود قرار می گیرند. خط آهن هم یک زیربنای ملی ماست و یک زیربنای است که تازه ساخت است و شاید برای اونا امی وظیفه داده باشند و هر گروهی که کار میکنند پایان ما برشان همیست که
این پروژه به خاطر یک مردم و یک اداره و یک زبان و یک سمت نیست، این برای تمام افغانستان است، این به خاطر منافع ملی هست. این ما را با دنیا و با کشورهای آسیایی و با کشورهای همسایه وصل می سازند. چقدر این کار می تواند صدرای فعالیت های شما قرار بگیرد؟ خب در کل با تمام جایی که ما خط داریم آمادگی خاص خود برشان گرفته شده و ما اخیراً با قطعه محافظت عامه قراردادهای را به امضا رساندیم که برای هر خط به خاطر تدابیر امنیتی افراد را استخدام کردیم. در پایان قبل از واقعه اینا صورت گرفته یا بعد از واقعه؟ نه خیر، مردم که از طرف قطعه محافظت عامه تقریبا ما دو نیم سال میشه که استخدام شده. پس چرا نتونستن امنیت کارمندا رو بگیره اونا؟ خب اینا در حال گزمه بودن، به خاطر تامین امنیت همین خط اینا مسئولیت داشتن. در کنار جاده اینا را موتر اینا که نوع رنجر بوده از ذریع ماین انفجار شده و تلفات دادن. یعنی اینا خودشان هم در عمل در ساحه بودن و مسئولیت تامین امنیت همین خط را داشتن. درست. بیاین بسط بریم سطح روی شبکه سراسری خط آهن. حالا بدلی این که افغانستان مهاد به خشک است و میتواند ارزان ترین راه ترانزیتی ترانسپورت را اینجا ساخته شود، آیا شما موفق به ایجاد شبکه سراسری خط آهن در کشور شده تال؟ خب در شب قسمی که شما یاد آور شدین، ما در حال ساخت خطوط خط آهن در سراسر کشور هستیم، در جایی که نظر به پلان استراتژیک اداره ما پیش میریم. در پالوی ازی چون تمام دریافت‌هایی که انجام داده شده و تمام افکاران بین‌المللی ما که در این رابطه تحقیقات را انجام دادن، در آسیا ارزان‌ترین و مسئول‌ترین نوع ترانسپورت خط آهن است. ما هم به می مسئله بسیار جدی هستیم. اخیراً پروژه های بسیار کلان منطقوی است در سر فعالیت ماست که انشاءالله کارشان انقریب آغاز میشن. یکی از او پروژه کلان ازبکستان، افغانستان، پاکستان است که در حدود 576 تا 600 کیلومتر طول داره که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میسازه. کارای از او پروژه تحت کار است و در هفته آینده ما انشاءالله شاهد آمدن تیم تکنیکی از طرف کشور همسایه ما ازبکستان و پاکستان خواهیم بود و اینا مسیرهایی که قرار است مطالعه صورت بگیره که از لحاظ تخنیکی کدام مسیر ارزانتر و تخنیکی تر است که اینا باز تاوری مطالعه صورت نگرفته در این بخش، درست؟ مطالعه ابتدایی صورت گرفته، چهار خط را یا چهار مسیر را توافق شده که از این چهار مسیر باید یک تحقیق دوباره صورت بگیره، یک ویژوال استادی میگه از لحاظ تکنیکی این دیده میشه. این مربوط کدام دلیز شبکه خط آهن میشه و ما شاهد چند دلیز خط آهن در افغانستان هستیم؟ خب ما پیشتر عرض کردم که این پروژه است که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میسازه که از سه کشور یک کوریدور وصل میشن، پاکستان، افغانستان و ازبکستان. و فعلا ما با کشورهای ترکمنستان در دو ساحه وصل هستیم، ساحه ترغندی هرات است در هرات و ساحه که در دیگر جای وصل هستیم مقینند خوی است در ولایت پاریاب که 31 کیلومتر خط آهن داره مشترک با کشور دوست ترکمنستان. و همچنان خط آهنی که سال قبل به افتتاح شد خواف هرات است با کشور همسایه ما ایران. شما از خط شبکه البته از خط آهن خواف هرات صحبت کردن، آیا کارش تکمیل شده تا حال؟ قطعه خط آهن خواف هرات به چهار قطعه تقسیم شده که سه قطعه از این دو قطعه اول از او در خاک ایران است
و دو قطعه بعدی ازی در خاک افغانستان است. قطعه اول و دوم در ایران تکمیل شده، قطعه سوم شما شاهد بدین که سال قبل توسط جناب ما به جمهور ما و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید. قطعه چهارم ازی که دو پاس داره، پاس اولشان 44 کیلومتر است، پاس دومشان 43 کیلومتر است. پاس اول کارهای ساختمانیش جریان داره، توسط هزینه بودجه که از طرف دولت افغانستان است فعلا زیر ساخت است و توقع میره که در 5 الی 6 ماه آینده ما شاهد افتتاح آن خواهیم بود. با فاز دوم هم قطعه مبسته تدارکاتیشان ترتیب شده و ای به اعلام خواهد رفت تا یک شرکت واجد شرایط بیاین و کار شروع بکنن. ولی به تمام بینندگان و به شما گفته میتونم که فعلا خط آهن که بین افغانستان و ایران است فعال است و در روزهای بسیار نزدیک شاهد موارد بهره برداری خواهیم بود. فعلا تاسیساتی که نیاز است در ساحه به خاطر گمرک و به خاطر نفت و گاز و ذخایری که باید اونجا جور شوند زیر ساخت است و ما شاهد عملی کار بهره‌برداری این پروژه در روزهای آینده انشاءالله خواهیم بود. درست، شما تا حال تا این دم چند کیلومتر خط آهن در کشور ساختند؟ سرویش ما چی را میرسانه؟ افغانستان به چند کیلومتر خط آهن نیاز دارد تا به شبکه سراسری خط آهن برسه و شما چند کیلومتر را هدف قرار دادید؟ خب نظر به پلان استراتژیک اداره که است، ما در حدود باید 5000 کیلومتر خط آهن داشته باشیم تا سال 2030 و 2040 و فعلا ما 240 کیلومتر خط آهن فعال داریم و 43 کیلومتر هم زیر ساخت است و 44 کیلومتر در مرحله تدارکات است. درست، و چندی پیش رئیس اداره خط آهن گفتن که 5300 است، درست؟ و شما میگن 5000. خب در بعضی ساحات خطای فرعی داریم. خطوط آهن متشکل از دو خط می باشه، خطوط فرعی و خطوط اصلی. ما خطوط اصلی یادآور شدم و اگر امرای خطوط فرعی حساب کنیم شاید از این بیشتر شد. درست، این مدت شما گفتین تا سال 2030 تکمیل خواهید کرد، آیا موفق به این خواهید شد، به این هدف خواهید رسید؟ خب به شما معلوم است زیربینای خط آهن در افغانستان یک زیربینای جدید است و یک زیربینایی است که هزینه بسیار زیاد کار داره، یا از یک طرف هزینه بیشتر کار داره و از طرف دیگر مسئله استملاک بعد در بعض ساحات مشکلات عمده ما است و مسائل امنیتی که شما شاید هفته بودیم که تلفات دادیم، همچون مسائل میتونه سبب کندی کار شوند و اگر بر ما بودجه لازم داده شوند و این مسائل از پیش حل شوند انشاءالله ما شما بودجه تان از کجا دریافت میکنه؟ خب معمولا دولت افغانستان بر ما بودجه میتن، امسال هم بر ما تقریبا در حدود 5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی داده. و این کفایت میکنه برتان؟ خب ما پیشتر عرض کردم که نظر به توانایی که و امکاناتی که دولت داره بر ما بودجه داده، ولی نیاز بیشتر است که برشان پول شما این نیازمندی را از کجا پر میکنه؟ ما در گفتگو با دونرهای مختلف هستیم، خصوصا پروژه های منطقوی که پیشتر یاد کردم، پروژه بسیار کلان ما که با ازبکستان و پاکستان پروژه مشترک است. در این پروژه صحبت های ما با 5 بانک معتبر دنیا جریان داره و اونا آمادگی خود اعلان کرده. فعلا بعد از بررسی ابتدایی و معلوم کردن مسیر واضح ما میریم به طرف بودجه سازی که از دونرهای مختلف برای از این پروژه بودجه بگیریم. هزینه ساخت شبکه خط آهن چقدر است؟ به عنوان مثال یک کیلومتر خط آهن چقدر هزینه برمی‌داره با هزینه که در پروژه های دیگر مثل سرک مصرف میشه؟ چی تفاوتی داره؟
در زیربنای خط آهن چون موقعیت جغرافیایی هر ساحه فرق دارد، اگر ما در جاهای کوهستانی 1 کیلومتر خط آهن بسازیم که در او پل و پلچک و تونل بیاید، نظر به پیشبینی ابتدایی از 6 میلیون تا 8 میلیون دلار 1 کیلومتر ضرورت دارد، و اگر ساحات هموار باشد تونل و پلچک نخواهد، در حدود 1 میلیون یا 1.5 میلیون دلار 1 کیلومتر خط آهن ساخته میشه. اگر بگیریم 1.5 میلیون دلار به 1 کیلومتر، حالا در 5300 کیلومتر یا حدود 5000 که شما عنوان کردین، میشه نزدیک به 8 میلیارد دلار. شما میتونین این را جمع آوری کنین؟ خب حال پیش از وقت است اگر ما بگوییم که میتونیم یا نمیتونیم. شما گفتین که با این مشکل مالی هم مواجه هستین. بله سر، ما صحبت های ما با دونرهای مختلف جریان داره برای پروژه کلان منطقه‌ای که بیشتر عرض کردم. تا یک مرحله رسیدیم که ما امیدوار هستیم، برای ما امید داده و وعده داده که تمویل میکنن، و همچون پروژه های دیگری که ما برنامه داریم و پلان داریم هم با دونرهای مختلف تماس خواهیم گرفت و برشان ازینه کافی پیدا خواهیم کرد. شما عضویت چند سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی را دارین؟ ما فعلا عضویت سازمان 3 سازمان داریم که سالانه در مجالسشان اشتراک میکنیم، و سالی که گذشته نظر به شیوه ویروس کرونا این مجالس حضوری نیست و از طریق VTC برگزار میشه. حالا عضویت بودن با این سازمان ها چی فرصت ها را برای شما مهیا ساخته؟ چی کارهای با استفاده از تجارب یا حمایت این سازمان ها شما انجام دادین تا حال؟ خب یک به عنوان یک مثال ما میگم که فعلا پروژه خط آهن خواف هرات که ما با ایران وصل شدیم، اگر ما وضعیت سازمان های منطقوی و بین‌المللی را نداشته باشیم، ما فقط وصل با ایران میباشیم، و در حالی که ما فعلا با شبکه های خط آهن ترکیه و از اون طرف با اروپا هم میتونیم اموال خود انتقال بکنیم، اینی سبب همین میشه که ما عضویت داریم، عضویت فعال داریم در سازمان های منطقه و جهان، و همچنان مسائل برای دونر و بودجه سازی که بانک های بسیار کلان دنیا اونا آمادگی میگیرن، آماده میشن. خب این تمامی از این فعالیت ها تاثیر خاص خود داره در عضویت سازمان های منطقوی و فرامنطقوی. چی تاثیرات داشتن تا حال؟ خب ما یک تاثیرشان هم بر شما گفتم که ما فعلا تنها به ایران وصل نیستیم. از ما وضعیت خطوط شبکه خط آهن ترکیه را هم داریم، اگر از راه ترکمنستان بریم با آذربایجان هم وصل هستیم، و از اون طریق با اروپای مرکزی. اگر ما وضعیت همچون سازمان ها را نداشته باشیم، ما نمیتونیم بیرون از کشور همسایه ما و با کشور دیگر وصل باشیم، چون تمام از اینا و کشورهای منطقه و دنیا عضو همین سازمان هستن. به این سر پروژه ها باز هم بپردازیم. مطالعات پروژه های خط آهن به چند مرحله است؟ اثرگذاری این مراحل بر معیاری بودن ساخت آهن برای شما اقناع کننده بوده تا حال؟ ببخشید سوالتان هم درست گفتم. مطالعات پروژه های خط آهن به چند مرحله است و اثرگذاری این مراحلی که شما تقسیم بندی کردین بر معیاری بودن ساخت خط آهن برای شما اقناع کننده است؟ خب در کل وقتی یک پروژه خط آهن ساخته میشن، ما 3 نوع پیش از اون مراحل داریم که یکی پری ویزیبیلیتی استادی است، یکی فیزیبیلیتی استادی است، و آخرش هم دیتیل دیزاین است که 3 مرحله را باید تکمیل کنه، بعدم با ساخت خط آهن میاد. میشه کمی تشریح بکنین دربارش؟ در پری فیزیبیلیتی استادی معنایش همین است که مطالعات بسیار ابتدایی هست که اونا موقعیت جغرافیایی منطقه را مورد بررسی قرار میگیرن که در این
از این مسیری که خط تیر میشن چقدر کوه در راه میاد، چقدر دریا هست، چقدر منطقه سبلوبور است، چقدر منطقه هموار است. این در کل یعنی شکل ابتدایی را نشان میدن. وقتی با فیزیبیلیتی استادی میریم در اوجه باز نشان میدن که به صورت دقیق که خطی که ما میخواهیم آیا در این ساحه فیزیبل است، امکان ساخت است یا نیست. اما از خود یک تای مراحل داره که از لحاظ تکنیکی آیا ساحه به ساحه که مثلا زلزله زیاد نباشن، مسائل کوهی نباشن و مسئله مصرف است، تمام از این موارد را در بر میگیره و در دیتیل دیزاین تمام ساحه مسیر را دیزاین میکنن و از اونا را حتی پیشبینی مصارف نشان میتن که در ساحه چند پل میه، چند پلچک میه و چند کیلومتر تونل میه و چقدر هزینه کار داره، هر متر چقدر هزینه کار داره. یعنی مکمل تکمیلی باز مرحله سوم است که دیتیل دیزاین میگه. درست. حالا پروژه های اداره خط آهن میتونه بر عواید کشور نیست تاثیرگذار باشه. شما در سال قبل چقدر عواید جمع آوری کردید و چقدر اموال تجارتی با استفاده از خطوط آهن کشور انتقال یافته است؟ تشکر نوری صاحب، سوال مهم است. در سال 1399 ما تارگیتی که برای اداره ما صرف وزارت مالیه داده شده بود 3.3 میلیارد افغانی باید عواید جمع میکردیم که خوشبختانه ما در حدود 3.4 میلیارد عواید جمع کردیم که اما تارگیتی که برای ما داده شده بود از اضافه عواید آوردیم و در سال 1399 در حدود تقریبا از حیرتان مزار شریف، ترغندی، هرات و اقینند خوی در حدود 4 میلیون هزار تن مواد انتقال و صادر شدن، وارد و صادر شدن که از این سه خطوط متشکل است. درست. بیشترین عواید شما از کدام بنادر به دست آمده؟ خب 80% از بنادر ما که فعلا فعال است و بیشترین عوایدشان از بندر حیرتان مزار شریف است. درست. در بخش جلوگیری از فساد چه کارهای انجام دادن؟ آیا اداره خط آهن هم نیز از حیف مل شدن 8 میلیون دلاری روزانه متاثر شده؟ عنوانی که سرپرست وزارت مالیه از این صحبت میکنه در گمرک ها. یک موضوعی که ما میخواهیم برای تمام بینندگان عزیز تلویزیون شما واضح بسازم و ایست که عواید سیستم جمع‌آوری عواید خطوط آهن کاملا متفاوت است با جمع‌آوری عواید سیستم های دیگر. ای به این مانا که وقتی یک ریل داخل خاک افغانستان میشن، فرض مثال از ازبکستان میان به افغانستان در حیرتان مزار شریف، هر ریل با خود یک برنامه کتبی می داشته باشد که در او کمیت اجناس، حجم اجناس و اندازه محصول از او، تمام از این موارد درج می باشه و عموم موارد تایید شده کشور صادر کننده که ازبکستان است مهر و تاپه می باشن داخل سیستم افغانستان میشن و اتومات از طریق سیستم الکترونیکی تاجر مکلف است که مال خود مالیه بپردازن و گمرک که ضرور است به اون مقدار به دولت پول خود تحویل بکنن. همکاران ما در ساحه یعنی اونا صلاحیتی از این را ندارن که اموال کسی را زیاد بکنن، کم بکنن و یا پول فیزیکی را اینا ببینن. وقتی برنامه در کامپیوتر به چاپ رسید و یک طرفی از اون میره به بانک، در بانک پول خود را تحویل میکنن، ذریع بانک یک سلیپ برای همکارای ما میرسن که از درک یمی ریل اینقدر کستوم یا مالیه تحویل دولت شده. شما از کدام سیستم استفاده میکنید؟ سیستم از کدام؟ بله، بخش انتقالات ما سیستم اسیکودا است و بخش با 5 کد عایداتی دیگر داریم که جریمه هست. وقتی یک تاجر مال میارن اگر در 72 ساعت تخلیه نکنن سر از او جریمه میه. یعنی شما شاهد فساد تا حال نبودین؟ نه خیر، تا حال نبودیم و کوشش ما همیست که
سیستمای ما برقی باشه، الکترونیکی باشه، شخص محور نباشه، سیستم محور باشه. و او موایدی که از پنج بود دیگه هست، اونا هم فضل خدا قبلا از طریق سیستم نبوده، از طریق تعرفه بوده، تعرفه یعنی به حساب کتابچه‌ای بوده. ای در یه آخر او سیستم او در او پنج بودم در سیستم های آریمایس میگن درد شده و فعلا تمام موایید ما از طریق سیستم پیش میره. درست. به عنوان سوال اخیر، پلان های شما برای بهتر شدن شبکه خط آهن در کشور چیست؟ حداقل کدام پروژه ها فعلا زیر کار است؟ خب نظر به پلان انکشافی یا پلان استراتژیکی که اداره ما دارن، ما مطابق همون پلان پیش میریم و فعلا پروژه های کلانی که در پلان است و زیر کار است، پروژه کلان ازبکستان، افغانستان و پاکستان است که در هفته های آینده ویژوالسری از شروع میشن. پروژه دوم ما از تورغندی تا به شهر هرات و میدان هوایی هرات است که از طریق از او ما میتونیم کشور ایران و با کشور ترکمنستان در میدان هوایی هرات من حیث یک کوریدور اینا را وصل بسازیم. این پروژه است زیر کار ما. و همچنان سروی و دیزاین چندین خطوط است که با تاجیکستان میخواهیم در شیرخان بندر قندوز فعلا پروسه دیزاین از او جریان داره، او هم در پلان ما است. و همچنان وسایر برنامه هایی که داریم انشاءالله و ما اونا را زیر تعقیب داریم و امیدوار هستیم که پای یک دیگر عملی گرده. بسیار زیاد تشکر آقای میرویس میرزاکفال، معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان که در برنامه حضور یافته. تشکر شما. و اول هم نرخ ارزها. نرخ طلا در بازار کشور. و ممنون از همراهی شما تا برنامه بعد. خدا نگهدار.